تظاهرات علیه نسل‌کشی شیعیان در پاراچنار پاکستان در مقابل پارلمان استرالیا در کامبرا برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها در این تظاهرات تعداد زیادی از مردم شهرهای ملبورن، سیدنی و کامبرا شرکت کردند. فعالان شیعه می‌گویند مردم پاراچنار که صلح طلب و تحصیل کرده هستند مجبور به ترک وطن خیش هستند. تقریبا از هر خانه‌ای یک نفر شهید شده است. این نسل‌کشی تحت توطئه رخ می‌دهد. سخنرانان در این تظاهرات نسل‌کشی شیعیان را به شدت محکوم کردند و خواستار برقراری فوری صلح و مجازات شدید عاملان آن شدند. تظاهرات در استرالیا علیه نسل‌کشی شیعیان پاراچنار پاکستان در حالی برگزار شده که تقریبا از 3 هفته گذشته جنگ علیه مردم صلح طلب پاراچنار تحمیل شده است و حکومت پاکستان نظاره‌گر اوضاع است و برای جلوگیری از نسل‌کشی و خشونت علیه شیعیان هیچگونه اقدامی انجام نداده است. از سوی هم گفته می شود راه‌های ارتباطی به این منطقه بسته است و شیعیان آنجا تقریبا در محاصره هستند. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با محمد حسین متقی، پژوهشگر مطالعات دینی از مشهد مقدس. سلام، وقتتون بخیر. جناب متقی، دلیل اینکه بسیاری از افراد صلح طلب و تحصیل کرده مجبور به ترک پاراچنار و مهاجرت شدن چیست؟ واقعی مطلب این هستش که در همه دنیا این بحث امنیت، چه در حوزه های اقتصادی باشه چه در حوزه های فرهنگی و خاصتا در حوزه های بحث نظامی، یعنی این درگیری هایی که اخیری که در پاکستان در پاراچنار هست، میشه گفت حتی اینجا امنیت نظامی و امنیت اجتماعی مردم به کلی به هم ریخته. خب مسلم هستش وقتی که امنیت در این حد، یعنی فراتر از بحث امنیت اقتصادی، بحث امنیت جانی هم به هم ریخته باشد، قشر تحصیل کرده جز اولین قشرهایی هستند که آسیب می‌بینند. بله. و این جزء بدیهیات هست، هر جای دنیا این را داشته باشیم این خواهد بود. بله، از آخرین وضعیت فعلی شیعیان پاراچنار و اوضاع آن منطقه هم اگر برای بینندگان ما توضیح بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود. درگیری های پاراچنار به این نحو هستش، یعنی در طول این چند سال اخیر این به این نحو هستش که مقطع این فزونی شدت میگیره و مقطع این فروکش میکنه. ما تقریبا در حدود 20 تا 40 روز پیش یک افزایش حجمهایی خیلی عجیبی داشتیم، ولی در چند روز اخیر قدری این درگیری ها کمتر شده هستش و این چیزی نیست که پایدار باشه. مسلما طبق این رویه‌ای که در طی این تاریخ داشتیم، هر چند سال اخیر داشتیم، ممکن است این اتفاق تا 2 هفته دیگه دوباره تکرار بشه، ممکن است حتی تا 2 روز دیگه باشه. حرف حساب شده ای در این مورد نمیتوان گفتش. جناب متقی، دلیل سکوت دولت پاکستان در برابر نسل‌کشی و خشونت علیه شیعیان منطقه چیست؟ اون چیزی که در بادی هم به نظر میرسه این هستش که بحث این قدرت لابیگری های جریان های تندروی مذهبی هستش. واقعیت امر این هستش که بحث سیاسی اجتماعی که هستش، که بحث تأمین امنیت یک کشور بر عهده نیروهای اطلاعاتی اونها هستش، ولی پاکستان کشوری هستش که دارای فرق و نهله های فکری مذهبی زیادی هستش و این افرادی که وظیفه امنیت رو دارن ناخودآگاه گرایش هایی دارن. این گرایش ها به افرادی مرتبط میشن و این افراد باز به سرشاخ های مرتبط میشن. نفوذ جریاناتی که دارای افکار تند هستند و قدرت لابیگری اینها رو من در بادی امر زیاد احساس میکنم. حالا این که آیا دستهای پشت پردهی خارج از کشور باشد، یعنی بحث صرف نزاع سیاسی باشد یا نباشد، رو شاید تحلیلگرهای دیگری باشند که بهتر بتونن تحلیل داشته باشند.